سلام، من زهرا عاملی هستم. سلام، من اصغر فرهادی هستم. به برنامه چارگوش از سایت محترم آپارات خوش اومدید. خوش اومدید. بفرمایید. با ما بیاید. هر هفته برنامه چارگوش اجرای ابتدای این برنامه رو گروه بسیار موفق با استعداد و خلاق دال بر عهده داره، گروهی که آلبوم گذر اردیبهشتشون در بیپ تیونز پرفروشترین آلبوم اولی های بیپ تیونز شد و پیشنهاد میکنیم به محض اینکه این مصاحبه در سایت آپارات قرار گرفت، این آلبوم رو، یعنی آلبوم گذر اردیبهشت رو، با 30% تخفیف میتونید از سایت محترم بیپ تیونز دریافت کنید. این آلبوم رو از دست ندید و همچنین الان اجرای فوق‌العاده گروه دال رو با ما همراه باشید و ببینید. مرسی. میخندی تا دنیا رنگی تازه شبم، با لبخندت شادی بی انداز شدم. میخندی تا خوش بنشینی در باغ من، میخندم همراه شب نقش فال ما نقش
خواننده خوشتیپ خوش صداست، یه بابای خوبه، طرفدارش اونجا الان جیغ میزنن واسمون. عماد طالب زاده خیلی خوش اومدی به برنامه. خیلی خوشحالم میبینم. من و عماد یک مدتی با هم در ارتباط هستیم ولی ندیدیم هم دیگر. تو اینستاگرام با هم حرف میزنیم، کلی معاشرت میکنیم. آره. اولین بار هم دیگر داریم میبینیم. مرسی که اومدی. خیلی خوش اومدی. با خانم عاملی هم اینجوری، من اصلا تا حالا ندیدمش. مشکل از توه پس. من اینستاگرام هستم، نمیدونم کیو بودم. نه من چیزه خیلی یه قضاوت میکنم آدم ها را. به نظرم پدرهای خوب آدم های خوبی هستن و فکر میکنم خیلی پدر خوبی هستن. خیلی. آره و من از همین جوری دوستش دارم. نمیدین مشه زوغی کرده بود. من از اون موقع دارم فالو میکنم بسه همین چیزه. آره دوست دارم. خیلی خوشگل سواری. پس حتیار چطوره؟ خوبه، شیطونو داره بزرگ میشه هر روز. خدا رو شد. میآوردیش. میآوردمش دیگه فیلم مردانی نمیکردیم. نابود میشدیم. خوبه، پدری خوبه. بهترین اتفاق. آره آره قبول دارم. دیگه تا که خودت این کاری دیگه شغل اولم. آره بعضی وقت پست میذاره من دارم. آره به شغل اولم رسیدگی میکنم. خب علی خیلی خوبه. شنیدین که سال جدید خوب شروع نکردی، مریضی بود و میگم چی بوده خدا بد نده. شروع کردم. چرا شروع کردم؟ چون سلامت شدم دیگه، ناسالم بودم. من سال 94 از برج 6 همش تو درد بودم، یعنی همش معده درد و دل درد و هی اذیت می‌شدم، هی درمانگاه بودم، هی پستم می‌ذاشتم بعضی وقتا دارم میرم آندوسکوپی، بقیه چلو کباب می‌خوردم من داشتم می‌رفتم آندوسکوپی. ولی دیگه شب عید خیلی بدی داشتم، یعنی تو تعطیلات نوروز من همش تو درد بودم. بعدش خوب شد دیگه، بعدش دیگه عمل کردیم خوب شد. الان بهتری؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. دیگه حل. حل دیگه، حالا تا ان شاء الله مریضی بعدی. بعد منتظر. نه بابا خدا نکنه. خوشحالم که خوبه. قربون شما. مرسی. ولی بهت اومد، یه ذره جمع شدی. موامو کوتاه کردم، لاغر نشدم. حالا اون نیست. هی تو موهاتو همینجوری هی تیکه تیکه. من دیگه دارم برای کم کم آماده میشم سربازی. یه متأهل شدن و پدر شدن و فلان اینا یه چیز دیگه. ای داره کوتاه‌تر میشه چون منم خب منم همینجوری بود، منم موام بلند بود. بلند بود آره. یه عکس قدیمی که دیدم زشت. چرا موهاتونو بلند می‌کنی؟ اصلا فکر می‌کنی مثلا به اون میاد. خودنمایی عقده این. نکنی. چه جوری؟ اصلا نمی‌فهمم آقایون، من خیلی به احترام به سلیقه مختلف می‌ذارم، نمی‌فهمم آقایون که ماشونو بلند می‌کنن. من فکر می‌کنم شبیه شیر میشم وقتی دیگه یال و این چیزا دارم. ولی اشتباه می‌کردم دیگه حالا. یه سوال راجع به موضوع بپرسم خارج راجع به موزیک. چرا چند وقته که ما از عماد طالب زاده موسیقی نمیشنویم؟ اصلا ترک جدید نداده؟ خب من چون پیگیر قضیه های مجوز بودم و برای مجوز های آلبوم و اجرای صحنه‌ای یه مدت باید سکوت کنی که بیشتر وقتش تو مسیر بوده. آره. این یه قانونه که شما یه مدت نباید کار کنی که هم آلبوم خودتو جمع کنی، همین که بررسی بشه رفتارت و اینکه به اون صلاحیت مجوز برسی. حالا گرفتیم مجوزو؟ ایشالله صلاحیت پیدا کردیم. پله آخره دیگه درست شده دیگه، ایشالله دیگه. ایشالله من هر کدوم از مسئولین که الان دارن چهار گوشو نگاه میکنن خواهش میکنم به عماد طالب زاده مجوز بدیم. واقعا حیفه، خیلی صدای خوبی داره، موزیکاشو خیلی دوست دارن مردم، طرفدار داره و این پله آخر هم رد کنیم دیگه ایشالله. بعد کنسرت ما رو دعوت کن. وسط ردیف یک. آره وسط ردیف یک یه دونه من یه دونه آقای قاسم خانی صندلی بریس بدیم بهمون بیاد. ردیف وسط که نه. نه ردیف اول صندلی وسط کجا شدیدی؟ فکر رو ردیف وسط میبینیم. شماره صندلی ها رو میبینیم. خب خیلی خوبه. برمی کنم و چهار نه شنیدم با تک کنندت مشکل داشتی و بعد داری فسخ میکنی، دعوا داشتین، دادگاهی داشتین، قصه چی بود؟ نه دعوا دادگاه که نه، خدا رو شکر که من تا حالا با کسی دعوا نداشتم توی مارکت موسیقی. یه اختلاف نظرهایی داریم که فکر میکنم کار کردن با همدیگه اشتباهه، یعنی همیشه آدم موفقیه، هم حالا من به نوبه خودم
یه تعدادی هوادار دارم که دارم کارمو انجام میدم. فکر میکنم تفکراتمون به هم دیگه نمیخوره، یعنی ایراد نه از من نه از ایشون، بهتره که با هم کار نکنیم. ولی دادگاه که نداشتیم اصلا، تا حالا دادگاه نرفتم و کلانتری هم نرفتم چه برسه دادگاه. اینا در کلانتری تخصص آقای قاسم خوار من نرفتم. نه سیبیلاشون این شکلی القا میکنه پیششون، یا نه به سر میذارم شما دوستیم با بعدی. خب انشالله دیگه داریم پس میکنیم. خب انشالله که نتیجهش خوب باشه انشالله. و این آلبوم رو عقب نمیندازه؟ آلبومو خیلی چیزا عقب انداخته. ببینین بدون تعارف نمیدونم اصلا چی آلبومو عقب انداخته، یعنی یه مقداریش تنبلی خودم بوده، یه مقداریش شلوغی این جریانات، این بحثای نخواستن و من نمیخوام با این آقا کار کنم، اون آقا نمیخواد با من کار کنه، یا میخوایم با هم کار کنیم. یه سری هست هم که خب اون پروسه مجوزیه دیگه. ازدواج که عقب میفته یا مثلا دیر ازدواج میکنی، هرچی بیشتر فاصله زیاد میشه آدم بیشتر استرس میگیره، وسواس بیشتر نگران میشه، بیشتر حالش خراب. الان تو ماجرات اینه، هی انگار چیزی قرار بود اتفاق بیفته، و الان از برای اینکه اولین آلبومت بیاد بیرون و برای اینکه اولین کنسرت بزرگت رو بذاری، الان این حاله رو نداری؟ من کلا تو موسیقی هیچ وقت استرس نداشتم، نمیدونم چرا، یعنی حالت خوب میکنه. دو جا هیچ وقت استرسی نمیشم، یکی جلوی دوربینه برعکس خیلی از دوستان، یکی هم تو استودیو. یعنی ولی هیجان اینو دارم که چه اتفاقی میفته. هیجان خوبه، هیجان خوبه. ترس از موفق نشدن یه آلبومو همه خواننده ها دارن، مثل یه فیلم نامه میمونه که شما وقتی مینویسی همش عطف مال شما همش همیشه خوب میشه. ولی بابا او انقدر کار بد کردم واقعا نذار بگم. ولی خب اون ترسه هست، یعنی اینکه چه اتفاقی قراره بیفته، آیا میگیره آیا نمیگیره. من فکر میکنم همه خواننده ها اولین کنسرت هاشون وقتی که بلیت فروشی شروع میشه رو اون سایت ها از استرس فکر میکنم یه نصف سکته رو میزنن. عماده طالب زاده، شنیدیم که تو موسیقی رو از جزیره کیش شروع کردی، تو رستوران ها میخوندی، یه ذره حال هوای اون موقع بهم بگو. بعد چی شد که اصلا تصمیم گرفتی انقدر جدی؟ از جزیره کیش شروع نکردم، ولی از جزیره کیش اولین جایی بود که ازش از موسیقی پول درآوردم. پول درآوردی؟ موسیقی رو از 7 8 سالگی شروع کردم، یعنی از زمانی که خب پدرم میخونده، خواننده بوده، و بعدش خب حمید برادرم خواننده بوده، توی دورانی خب با اینا بزرگ شدم. از 7 8 سالگی میخوندم، ولی جزیره کیش شروع درآمد بود برام. سال 80 شروع یه درآمد و شروع از موسیقی شد بیزینسم، موسیقی شد شغلت، شغلم شد پیشه‌ای که باش زندگی مون. زیاد اونجا تو کیش کار کردن خیلی. آره ولی خیلی اونجا خیلی هم اینجا کار کردن، بعدها رفتن کیش. بله. و الان هم دارن کار میکنن اونجا. به هر حال فضای اونجا چطور فضاییه به نظرتون؟ مثلا خواننده‌های جوانی که ممکنه الان مصاحبه شما رو ببینن، میتونن امیدوار باشن مثلا برن از اونجا شروع کنن؟ از اونجا شروع کنن بعد بیان اینجا خوبه، ولی اونجا شروع کنن بعد بمونن نه. نه خوب. شما چطور اومدید اینجا؟ خب من رفته بودم که یه تجربه‌ای پیدا کنم، رفته بودم تجربه اجرای صحنه‌ای رو پیدا کنم، پخته تر کنم صدامو. اون ترس از رو استیج و اون ترس از مردم و اون اتفاقا رو نداشته باشم. بعدم همیشه برادر کوچیک دنبال راه برادر بزرگی هست دیگه. بله همین. خب قبل از من میخونده، هفتاد مثلا سال 74 و 73 تو جزیره بوده، بعد تا مثلا 76 و 7. خب من سنم کمتر بود موقع، مثلا با مادرم میرفتیم جزیره به همین سر. اتفاقا میخواستم همین رو بگم، میخواستم بگم شما تا خیلی از دوران کاریتون اون اوایل حداقل خیلی دنبال روی حمید بودین، و برادرتون یه جایی تصمیم گرفت بره خارج از کشور، ولی شما دیگه این کار نکردید، شما موندید ایران. و حالا چند وقت هم ما مدت طولانی از شما خاموشی دیدیم و یک سال. آره و تلاش بسیار زیاد برای مجوز و اینها. چی شد که برادرتون رفت و شما تصمیم گرفتید بمونید؟
ببین چی شد که حمید رفته که بعد از خودش بپرسیم چون شما چرا نرفت؟ اینجوری بپرسم بهتر. ببین کاملا سلیقه‌ای دیگه زندگی کردن. به نظر من همه آدما یک بار به دنیا میان که زندگی کنن. هر کسی مختار زندگی خودشه و هر کسی تصمیم میگیره که چجوری زندگی کنه، چجوری راهشو بره. حمید این تصمیمش بود که خب البته یه سری تلاشا کرد برای مجوز ولی خب نگرفت. به اضافه این که خب رفت که خانمش هم ادامه تحصیل بده و زندگیشو یعنی تفکرش اینجوری بود که خب باید بره و اون کار بکنه. من تفکرم به اینه که ایران بمونم، شاید بازیگرش خواننده که نشونی بازیگرش شما بپرسی ساله بازیگری بپرسی خودش گفت خط رو دادم ادامه بدیم یا بریم بیه بریم بیه بریم بیه خب بریم با هم اجرای آریو حجتی رو ببینیم و برگردیم. اون پس که با چرخ همی زد که آن شهان نهادندی رو رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای فاخته نشسته همی گفت که کوکو کوکو همی گفت کندن جان خرم دل آن که زین جهان زود برفت واسوده کسی که خود نیامد به جهان رفتند یکان یکان فراز آمدگان دهد نشان به باز آمدگان برخیز و مخور غم جهان گذران خوش باش و دمی به شادمانی گذران کر بر فلکم دست بدی چون یزدان از نو بسا زمین فلک را از بیان و از نو فلکی دگر چنان ساختمی من ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان خب اگه اجرای آریو حجتی رو دوست داشتین میتونین برین توی چنل چارگوش تو سایت آپارات و ویدیوشو لایک کنید و بهش رای بدید. خب سینما دوست دارید؟ بذار چیزت بگم دوست نداشته باش خیلی. تو کار ما هیچ کس اینجوری واسه آدم جیغ نمیزنه. اصلا کارمون لوسه. نشستی داری یه کار بابا این همه آدم دارن جیغ نمیزنه. نه واسه گلزار دیدی از تحت جیغ بزنن. سوپر است. کجا تو سینما که جیغ میزنه مثلا که تو سینما جیغ نمیزنه بیرون که جیغ میزنن. بیرون که جیغ میزنن. تو حالا نیدو کس. من یه جمله من همیشه به بچهای موسیقی میگم که انگار که خواننده ها
یه کوچولو با اینکه معروف تر از بازیگرا نیستن ولی محبوب ترن انگار یه توی جایی، درسته؟ نه یه دلیل داره. ببین بازیگرا چهره شون خب پاپولیش تره، بیشتر هستش، عکس بیشتر دارن، تو تلویزیون هستن، تو سریال هستن، مثلا یه 70 قسمت پخش میشه یا یه فیلمه، میرن سینما، تاثیرگذاری تصویر خب بیشتره، ولی خواننده بیشتر وقت داره که با مردم باشه. برای اینکه شما وقتی که تو ماشین هستین تو خلوت مردم، یا رادیو هم که گوش کنین موزیک پخش میشه، سی دی هم که گوش کنین، فلشتون هم که گوش کنین موزیک دارین گوش میکنین، توی جاده میرین موزیک گوش میکنین، توی خونتون تو باشگاه ورزش دارین میکنین موزیک گوش میکنین، اصلا با موزیک تو خاطره شخصی داری، با فیلم دقیقا. خاطره شخصی نداری معمولا. شما یه فیلمو مثلا خاطره... یه فیلمو خیلی که دوست داشته باشی 3 دفعه گوش میبینی، 20 دفعه میبینی، مثلا من ترویو مثلا نزدیک 40 بار تا حالا دیدم. نه ایشون بعد یه ذره با ما آشنا شدین، ما فیلمایی هست که بالای 100 بار دیدیم. نه خب بالای 100 بار دیدیم خب، ولی مثلا من یه موزیک هایی هستش که تو آیتونز مثلا دستگاه نگاه می‌کنم، آدمای نرمال. آره خودمون مثلا خب نه اصلا، ولی مثلا یه موزیک هایی هستش که من خودم مثلا 1000 خورده بار گوش کردم. آره واقعا آره یوهو 15 سال داری گوش می‌کنی. آره یه فیلمو شما مثلا چند بار نگاه می‌کنید؟ مثلا بجز فیلمای نه بیمار مثال نزد من خورستیم فردین میگه من بپرسیم راجع فردین یه چیزایی شنیدم که یک خاطراتی دارید. خاطره خیلی خاطره زیاد و بزرگی نیست، ولی برای من بزرگی ها، ولی قصهش قصه خیلی خارق‌العاده‌ای نیست، ولی من فردینو یه جور غیر قابل توصیفی دوست دارم. فنش بودی؟ اساسا من تو زندگیم فن خیلی کم بودم، مثلا یه فن استاد شجریان بودم، تنها خواننده‌ای که اگه مثلا یه روزی تو خیابون ببینمش و هر جای دیگه ببینمش میدوام میرم باش عکس میگیرم. و تو بازیگرم خیلی بازیگرهای دوست داشتنی داریم، ولی من مرحوم فردین یه جور دیگه ای دوست دارم، یعنی احساس میکنم که باش بزرگ شدم. مثلا چه سنایی؟ خیلی کوچیک دیگه، اصلا 5-6 سالگی فیلم زمان ما 5-6 سالگی فیلم های همش فردین و فیلم های سلطان غرب ها، مثلا من سلطان غرب ها رو فکر میکنم بنزه همون موزیکی که الان صحبتش بود دیدم، هزار بار دیدم، هنوزم دوست دارم، یعنی هنوزم بعضی وقتا دارم میبینم. یه بار رفتین دید. یه بار آره یه بار توی یه مصاحبه هم گفتم با مادرم رفتیم یه شیرینی فروشی داشتن ایشون تو خیابون ونک، بعد همون جوری خوش تیپ و خوشگل و حالا پیر شده بودن دیگه، سنشون بالا بود، بعد پشت دخت نشسته بود و من بهشون مادرم گفتش که آقای فردین اما در طرفدارای پراپاگورس فیلمای شماست، با یه صدای من همیشه خب این صدای تو ذهنم مونده، یه صدای پر و خیلی یا افتاده و مردونه ای به من گفت باریکلو، بعد یه آب نبات جلوش بود یه ظرف بود بهم داد، گفتش که دوست داری چی کاره بشی؟ گفتم که دوست دارم فردین شم مثل شما شم. که شغله. آره فکر میکرم شغل. آخه من ماها واقعا نسبت به بچه های الان ساده تر بودیم. من زمانی که سریال روز روزگاری رو نگاه میکردم فکر میکردم آدم هایی که میمیرن واقعا میمیرن. اینو به خیلی الان بگید الان شاید ساتیه هم مثلا یکی دو سال دیگه بدونی که اون آدمی که تو فیلم مرده نقش بازی کرده. بله. حالا من میخوام یه ذره بیایم یه ذره لبخندمون رو کم کنیم، یه ذره حالا نه اخممون رو زیاد کنیم ولی جدی‌تر، خیلی خوشحال شدم یه ذره چالش به سر زیاد کنیم، موافقین؟ بله چرا که یه بحثی که من همیشه با شما داشتم حالا موقعی که گپای خودمون رو می‌زدیم تو گذشته، شما ایده جالبی راجع به کاور کردن داشتی. به نظر چقدر الان تو موزیک پاپ مادر کاور میشه و چرا دوستان کاور میکنن و اسم اصلی آهنگساز اصلی رو نمیزنن و آیا خودت هم این کار کردی یا نه؟ خودم هم کردم، آره این کارو کردم. الان کاور خیلی کمتر میشه، با اینکه من الان تو مسابقه ها میبینم همه خواننده ها میگن همه دارن کاور میکنن، اتفاقا الان کمتر کاور میشه. 5-6 سال پیش یه تبی را افتاد، موزیکای یونانی و هندی رو همه کاور میکردن، ترانه مینوشتن میومد بیرون، ملودی آقای ایکس میشد،
ترانه‌سرا، خب اسم ترانه‌سرا بود. من جز معدود دارم میگم که ترانه‌سرا میگم، ترانه‌سرا نمیگم. آره سرا درست. بعد الان کمتر شده. الان یه ذره هم بچه‌ها به نظر من بیشتر میترسن اون انگ کاوره بهشون بخوره. همین که موزیک خوب نیست اونوریا، موزیکشون چیز شده. یه ذره خیلی الکترونیک شده. یه ذره موزیکای 4-5 سال پیش غربیاش وقتی که کاور میشد با سلیقه موسیقی ایرانی بیشتر شبیه بود. عزیزم کاوره؟ نه. کی ساختتش؟ عزیزمو بارات ساخت. حالا مشکلتون با بارات چیه؟ میخواستم این اسمو بگی که این سوال بپرسم. رابطه نداریم ما. چرا دعواتون شد با هم؟ دعوامون نشد. دعواتون نشده؟ یه دفعه قهر کردین؟ قهر نکردیم. نه قهر نکردیم با هم دیگه. من قرار نبوده با بارا دوست صمیمی باشم. تو یه دوره‌ای بارا دوست داشت که یه اتفاقی براش بیفته که اون موزیکش دیده بشه. یه دونه کار کرده بود، خیلی دیده نشده بود. خب همه چی آرومم، خیلی موفق بود. همه به واسطه اینکه میدونستن خواهم. هم من تو اون ویدیو ساز زده بودم، هم برادر حمید بودم، هم آهنگ اگه عاشق رو با حمید خونده بودم و شنیده شده بود. قضیه از این قرارم موفق بود. یه کار دیگه داشتم به نام دوست داشتم که کار سیروان بود. اونم خیلی طرفدارای یعنی موزیک بازا و موزیسیانا دوستش داشتن. بارات به من پیشنهاد کرد که بیاین این آهنگو تو حمید بخونیم. حمید داشت درگیر اون کارهای مجوز بود و نمیتونست کاری بده. مثل همین یک سالی که من فعالیت نکردم، حمیدم تو اون دورانی بود که باید فعالیت نمیکرد و من بعد از پیشنهاد کرد، حمید گفت نمیتونم بخونم، موزیکو دوست دارم ولی نمیتونم بخونم فعلا. به من پیشنهاد کرد که میای با هم بخونیم این کارو. گفتم آره. اما خونی رو تموم شد یه سن. آره رفت آمد همدیگه رو میدیدیم، هنوزم بعد اگه ببینیم همدیگه رو سلام علیکمون رو داریم، یعنی مشکلی نیست. توی کار موسیقی خیلی ها با هم صمیمی ان، خیلی ها فقط کار میکنن. من دلیلی نمیبینم که مثلا با همه نوازنده هایی که میان تو استودیو برای من ساز میزنن دوستای صمیمی باشیم. شاید هم دیگه رو سال یه دفعه ببینیم. تو اون یه دفعه هم که میبینیم خیلی خوبیم با هم، ولی فقط کار میکنیم. ولی با یه سری هم رفیق هم دیگه، دوستم همه هم اینجوری هم. خیلی ها خواننده یا با پوریا ایداری دوستی؟ خیلی. آره با پوریا هستم، با پیام هوشمند دوستم، با اینا که موزیسینم. حالا پوریا تازگی البته شروع کرده میخونه و موفق. سیروان و زانیار خیلی، با سیروان خیلی زیاد دوستم، زانیارم همینطور، با بنیامین خیلی دوستم، حمید عسکری، رضا صادقی. میگن اماد خیلی خوش اخلاقه، یعنی حرف خیلی بزنه. نه همه میگن خیلی خوش اخلاق، ما با معرفت ما. مثلا من یادمه که مرحوم پاشایی که تو بیمارستان بود تقریبا هر روز پیشش ملاقاتش میرفت و آدم متعهدیه به رفقاش، احساس میکنم. خودتون چی فکر میکنم؟ خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کنه. من خیلی حساسم. اگه یکی رو دوستش داشته باشم همه کاری براش میکنم، ولی اگه از چیزی ببینم شاید جبران نکنم ولی دیگه نمیبینم بشم. یعنی اگه ازش یه دلازردگی داشته باشم شاید دوباره دفعه دومی اتفاق نمیفته دیگه، کلن اون آدم از زندگیم پاک میشه، شیفت دیلیت میشه، نه دیلیتی که راه برگشت داشته باشه. یه سوال دارم الان نمیپرسم، بریم چیزی ببینیم برگردیم. شهر میخواد درست کنه. آره این تو همهش دوست داره دعوا را بندازه. نه بریم چیزی ببینیم برگردیم. خب حالا بریم با هم اجرای حسام آریان رو ببینیم و برگردیم.
بیا لبریز دردم، بیقرارم ناشکیبا، بیا تنها تو میدانی چه کردم، کن مدارا. هنوز اندوه آن چشم خمارت در سرم هست، به یادت تاری از زلف سیاهت در برم هست. بیا راهی ندارم غیر از این یا تا پیکرم آری شود از خستگی ها. درون قلب من از عشق تو کاشانه ای هست، جان کاشانه از دوری تو ویرانه ای هست. درون قلب من از عشق تو کاشانه ای هست، جان کاشانه برای دیدنت مست و خراب و بیقرار است، برای دیدنت مست و خراب و بیقرار است. بیا لبریز دردم، بیقرارم ناشکیم، بیا تنها تو میدانی چه کردی با دل ما. هنوز اندوه آن چشم خمارت در سرم هم، به یادت تاری از زلف سیاهت در برم، دارم غیر از این دیوانگی ها. بیا تا پیکرم آری شود از خستگی ها، بیا تا پیکرم آری شود از خستگی ها. خب اگه اجرای حسام آریان رو دوست داشتین میتونین برین توی چنل چارگوش توی سایت آپارات بهش رای بدین. باید ویدیوشو لایک کنید. فقط حواستون باشه که یه هفته بیشتر وقت ندارید، تا سه شنبه هفته آینده باید این رای رو بدین. خیلی ممنونم که کماکان چارگوش رو دانلود کردید و دارید تماشا میکنید و با ما همراهید و اینقدر مخاطبین وفادار داشتن، یکی از بزرگترین افتخارات برنامه چارگوشه. از همکار خیلی خوبم آقای قاسم خانی ممنونم که افتخار این اجرا رو به من دادن و در کنار ما قرار گرفتن. مطمئنم ما هم ازشون چیزای زیادی داریم یاد میگیریم. از عماد طالبزاده مهربان ممنونم که مهمان این برنامه‌مون شدن. و همین الان که من دارم این حرفا رو با شما میزنم، این زیر صفحه یه سری شماره داره زیرنویس میشه که شماره‌های تالار گفتگومونه برای همراه اولی‌ها و مشترکین ایرانسل که میتونن عدد 1 رو مسیج کنن به این شماره‌ها و وارد تالار گفتگو
ما بشن و نقد، نظر، پیشنهاد، تشکر، حتی اگر که دوست داشتید که هنرمند خاصی رو ما دعوت کنیم حتما بهمون بگید، ما اطاعت میکنیم. نکته دو اینه که به 10 نفر از کسایی که تو هفته آینده از بیب تیونز آلبوم گذر اردیبهشت از گروه دال که اجرای ابتدایی این برنامه رو به عهده داشتن خرید کنن، این آلبوم به صورت امضا شده اهدا میشه و این 10 نفر اون 10 برنده خوششانس سایت ویب تیونز میشن. وسط یه گفتگوی گرم هستیم با عماد طالبزاده و من بیشتر از این پر حرفی نکنم، میسپارم به آقای قاسم خان. چی گوش میدی؟ بیشتر من همه رو گوش میدم جز رضا یزدانی، همه رو گوش میدم جز رضا یزدانی. همه رو گوش میدم. چه رضا یزدانی میشنوی؟ موزیکش ارتباط برقرار نمی‌کنم. ارتباط برقرار نمی‌کنم. بعدم همین ترجیح میدی؟ همین. آره یه مصاحبه هم کرده بود در مورد برادر من، یه دیالوگ خیلی زشتی رو به کار برده بود، گفته بود ازش یه خانمی پرسید، یه خانم بازیگری هم اسمشون رو نمیدونم، چون خانم بیات ازشون پرسیده بودن که یکی یه شبه معروف میشه و یه شبه رای 100 ساله میره، بعد ایشون گفته بود که آره یه خواننده درجه 8 درجه کیفی رو مردم میدن. اگه از نظر موسیقیایی بخواییم در مورد کسی صحبت بکنیم، یا باید انقدری سواد موسیقی داشته باشیم که اون لقب استاد رو به همون بدن که مثلا شاید تو ایران تو بخش موسیقی 10 نفر بشین لقب داد و شرایط سنیشون هم فرق میکنه، یا یعنی اینکه به نظر من شما انقدری باید مطمئن باشی که نه اعتماد به نفس کاذبا، مطمئن باشی که حداقل کوک میخونی که بخوای در مورد یه خواننده دیگه این نظر بدی. من فکر میکنم قشنگتر بود میگفتن که آره یه خواننده ای بود که مثلا یه آهنگش یهوی ترکون، این خیلی منطقی هم بود، ولی درجه کیفی دادم خب مثلا قبول دارین که تو موسیقی هیچ کیشکی رو قبول نداره؟ چون این دیالوگ یه سری از همکارانمونه که میگن تو موسیقی هیچ کیشکی رو قبول نداره. نه قبول ندارم، من خیلی ها رو قبول دارم. اونایی هم که قبول ندارم بهشون بی احترامی نمی کنم. شما رو اونا هم بقیه رو قبول دارن؟ به نظر من هر کسی که دو تا یه دونه حتی طرفداری داره که براش سوت میزنه، جیغ میزنه، دست میزنه، قابل احترامه در هر لولی. ولی این که من بخوام تعیین کنم که کی لولش تو چه اندازه یه اضافه کاریه به نظر من، چون منطقی نیست. نمیخوام هم زیاد در مورد این موضوع بولچه، چون اصلا نمیخوام واسه شاید این حرفای من اصلا تبلیغ هم میشه واسه ایشون، ولی نمیخوام قضیه رو بولدش کنم. این یکی از دلایلی بود که موزیکش رو گوش نمی‌کردم. یکی هم که واقعا راک گوش می‌کنم. چرا مثلا راک واقعی گوش می‌کنم، مثلا کاوه یغمایی گوش می‌کنم، یا مثلا بچهای کامنت و کاراشون رو گوش می‌کنم. کار خوب. چرا؟ ولی کسی که ازش تاثیر گرفته باشه توی سبک کاری، مثلا صدایی که من با احساسشون ارتباط برقرار می‌کنم، مثلا بابک جهانبخش با صداش ارتباط برقرار می‌کنم، حس خوبی بهم میده. اجازه میدی منم جای شما یه اس بگم و شما تایید کنید یا تکذیب؟ شادمهر عقیلی؟ بسیار بسیار شادمهر. اصلا شادمهر من جز به دست آدمایی هستم که اسطوره موسیقیایی بوده ولی هیچ تقلیدی ازش نکردم، یعنی اصلا نه رنگ صدامون شبیه هم دیگه است، نه هیچ آهنگی شبیه هم دیگه داریم، ولی خب بسیار توی خواننده شدن من تاثیر داشته. مرسی شادمهر عقیلی، مرسی از صداقتتون. یه چیزی ببینیم سری برگردیم. خیلی بچه خوبیه. ما چشمه خوبه طرفدارشون. ادامه بدین. خب 10 آلبوم پرفروش هفته اول خرداد ماه 95 از سایت بیب تیونز. از آخر میام اول. شماره 10 آلبوم دقیقه هام از علیرضا تلیسچی. شماره 9 دیوونوار از حمید عسکری. شماره 8 ماه و ماهی از حجت اشرف‌زاده. شماره 7 داماهی از گروه داماهی. شماره 6 در شب گیسوبان تو
اثری از پرواز همای، شماره 5 از دور تا دیر اثری از ارژنگ سیفی‌زاده، شماره 4 معجزه از بهنام صفوی، شماره 3 پیش فروش آلبوم دوئل در آینه اثر رضا یزدانی، شماره 2 حالم خوبه بابک جهانبخش و شماره 1 گذر اردیبهشت از گروه دال که اجراش هم اینجا دیدیم. حالا میریم با هم اجرای پویا پناهزاده رو میبینیم و برمیگردیم. که میبینی جلو چشماتو میگیری، ولی میبینم یه روزی به سمت بی کسی میری، همون روزی که غیر از من از همه دنیا دلگیری. بیشتر از جونم عشقت و مدیونم، عشقت نمیره از فکرم، بدون تو نمیتونم. تو از من فاصله داری اما قلبم به تو نزدی، به کاری کن نور عشقم بی وجود تو نشتالی. نگاهت میکنم هر روز ولی انگاه درگیری، منو هر جا که میبینی جلو چشماتو میگیری، ولی میبینم یه روزی به سمت بی کسی میری، همون روزی که غیر از من از همه دنیا دلگیری. بیشتر از جونم به عشقت و مدیونم، عشقت نمیر از فکرم، بدون تو نمیتونم. تو از من فاصله داری اما قلبم به تو نزدی، یه کاری کن نور عشقم بی وجود تو نشه تاری، نشه تاری. خب اگه اجرای پویا پناهزاده رو دوست داشتین میتونین برین توی چنل چارگوش توی سایت آپارات لایکش کنید. دقت کنید که اگه میخواید رای بیاره و بیاد بالا و بره توی مرحله بعد، باید تا سه شنبه هفته آینده بهش رای بدین. تاسید ممنونم و به اطلاع اونایی که از همین جا وارد نمیشه، چرا میدین چرا نمیشه؟ ما مثلا تو تلویزیون قبلا رو گفتیم اونایی که از همین الان مهمونه برنامه‌مون شدن برن برنامه، نه اینا رو هیچ راه نداره. چرا دیگه؟ نه دیگه، مثلا من رفتم دیدم تا وسطش، بعد اومدم بیرون، بعد دوری یکی دیگه رفته میره برگردش. آره میشه گفت به حال خوش تشریف آوردید به این برنامه. یه سوال مهم میخوام ازتون بپرسم. خواهش. قصه این که یه دفعه خودتون میخواستید جلوی کلیپاتون رو بگیرید چون مجوز میخواستید بگیرید، خب به حال کلیپ قدیمی بود و بعد یه سری از شبکه اومدن خود مختار کلیپ های شما رو پخش کردن و آزار رسوندن به شما، اون موقع قصه چیه؟ کسی شیطنت کرد؟ یعنی چی؟ یعنی کسی خواست با شما دشمنی کنه این کار کرد؟ نه خب ببینید، اون شبکه ها سیاستشون روی اینه که بینندهشون رو بیشتر کنن. ما هم اول ایمیل زدیم، اول تماس گرفتم، بعد ایمیل زدم محترمانه، بعد خواهش کردم، بعد به التماس رسید، بعد تهدید شد، بعد کم کم رفتیم تو دست به یقه، بعد به فوش و فوشکاری رسید. حالا یه سریاشون ببینم، با رادیو جوانم همین اتفاق افتاد براتون یا شما جز اون دست از خواننده ها نبودید؟ رادیو جوانم به من اعلام کردن که نباید رادیو جوان کار رو پخش، یعنی هیچ خواننده‌ای که نمیدونست رادیو جوان نباید کار کنی. از روزی که اعلام کردن رادیو جوان ممنوع فعالیتش، منم ازشون خواستم که کارامو بردارن. رو صفحه اینستاگرام هم گذاشتم که اصلا از رادیو جوان میخوام که کارامو بردارن و دیگه هم فکر کنم دیگه اصلا کاری ندارم که خود بخش. طرفدارات اسمشون هست ای تی زد. جیغم میزنن؟ نه نمیزنن. چرا؟ آره خیلی طرفدار خوب. آره خوش آمد. دو آتیشه عماد طالب زاده ETZ. آره خودت انتخاب کردی یا خودشون انتخاب کردن؟ نه خودشون انتخاب کردن. و مثلا طرفدار مثلا امیر تتلو خودش
تتلیتیان اونا خودشون انتخاب کردن یا خودشون؟ نه فکر کنم خودش اولین بار توی یک از تکساس نش نمیدونم باید خودش بپرسی مهمون برنامه مون شد. با حال آدم طرفدارش اسم داشته باشن و... آره طرفدارش باید فکر کنم دارن بازیگرام دارن دیگه من کوفتم ندارم مثلا چی دارن؟ یه طرفداری سهر سحر قریشی سحریا داره سحریا خیلی خلاقانه سلوته ولی خب حالا آره بیشتر اسم بازیگر یا فامیلیشو میذارم مثلا من یه پست گذاشتم ایتیزه شبیه شما... گیماست بریم ایتیزه بازی کنیم ایتیزه دور اومده مثلا من شنیدم که شما جز رکورد دار تیم قضیه رکورد داره رکورد داره خواننده هایی هستید که توی اینستاگرام هیچ وقت حالا فوش نخورده حالا الان یعنی اینو گفتین یعنی فوشا شروع شد نه فوش نمیخوری نه خود واسه چی بهش فوش بده خب آخه کاری نمیکنم من نه با کسی درگیر میشم نه با کسی درگیر میشم نه کاری میکنم که بخوام حاشیه نداری من اصلا از حاشیه یعنی فراری هم دوست ندارم حاشیه رو برعکس اینکه سری دوست دارن با حاشیه تبلیغات کنن که خیلی هم خوبه حتما که این کار انجام میدم من اصلا از حاشیه فراری هم خودمه که اصلا زیاد تو دنیای مجازی نباشم و بیشتر یه سری اسم میپرسم نظرتون رو با یه کلمه یا یه جمله بگید آخر برنامه میگم عکس تصفینش میگم نه دوست دارم این اسما رو ازتون بپرسم برم نظرتون چیه داریوش شهریاری یه دوست خوب دو تا هم ازش ترانه دارم که ازش گرفتم خیلی ترانه خوبیه علی بحرینی یکی از باهوشترین ترانه سرا و نویسنده ها مهدی یراهی تیک کوچولو باید بگم یا بزرگ آخه نه کوچولو نیست مهدی یراهی خواننده بسیار خوبیه آهنگساز خیلی خوبی هم هست آلبوم اول مهدی یراهی وقتی که اومد بیرون من هیچ دوستی باهاش نداشتم اصلا نمیدونست اصلا اولین بار بود زندگی میدیدم که مهدی یراهی تا اون موقع نمیشناختمش بعدن یکی از دوستان بهم گفتش که این همون پسریه که حسین استری تو ویدیوش آورده بودش ریش داشت موهاش بلند بود میخوند با حسین استری اصلا نمیشناختم هیچ پیش‌زمینه‌ای ازش نداشتم ولی شاید آلبومشو من بیشتر از 300 تا 200 آلبومشو خریدم و به اینا اون کادو دادم که گوش کنی موزیک خوب گوش کنی سال 90 بله 90 بود من سال 90 بود آره و یک کاری هم که شما چشاش ترانش... معلوم اسم بعدیه که میخواد بپرسه ترانشو گفتی اینو خیلی دوست داشتم ممنون و ولی به حق خودش نرسیده فکر میکنم نمیدونم حالا یه جایی کار خود مهدی حتما ایراد داره که حمید عسکری نرسیده داره مشکل دار میشه من چون نمیدونم حالا حمید عسکری دوست خیلی خوب شخصی بین اینا داره اتفاق میفته نه من همه مثبت هم نفهم چه خبر کلا حمید عسکری دوست خیلی خوب تبریک میگم بهش هم بابا شده همین صدا و سیما همیشه ممنون تصویر شما بپرسید آره حالا من با شما سوال همیشه آره دیگه همیشه ممنون تصویر خب سوال شد از آقای شما چرا از دوره همی اومدیم بیرون اینو به من گفته و الان بپرسد از شما با با پخش میشه نه چند وقت از خانواده دور بودم نگران حال خانواده بودن خواستم دوست داشتن پیش خانواده هم باشم گفتن بشین یکم موضوع بچت باش پدر بالا سرش مگه ما میذاریم شما خونه بشین سریع آوردیم آره دیگه اومده یه ذره سر تایمش کمه اشکال نداره من نه اینکه حالا خودش الان اینجا باشه همه میدونم من بسیار آدم روکی هم اینقدر روکی هم که خیلی موقع روگویی ناراحت میشم مهراب و پیمان به نظر من یکی از نویسنده های بی نظیره پیمان که اصلا عجیب غریب بازی میکنه قشنگ ببین نقشایی که من دو تا نقش داشت دیدم واقعا نقشت انگار خودشه یعنی انگار واقعا هست این کار است یکیش که سن پترزبورگ هست که خودشه اصلا خودشه من همین جلو توی چی چی تو خودشه نمیشناسی خودت دیگه آقای محمودی نه اون خودش نیست خودش نیست ولی واقعا انگار خودشه یعنی خیلی من سخت میتونم بپذیرم که بازیگر واقعا اینجوری هست شما دوست داشتین بازیگر بشین درسته دوست نداشتم یه فیلم بازی کردم ولی چی شد اون فیلمه
فیلم پخش نمیشه هیچ فقط. چرا؟ قدمش خوبه. یه تایید کننده برش گشت. یه تایید کننده برش گشت شد دیگه. نه. رسالتش این بود بیا تو سینما یه گروه بدبخت کنه بره. نه. تایید کننده مثل این که با سرمایه گذار به مشکل خوردن. اتفاقا دیشب داشتم با سرمایه گذار صحبت میکردم که چی شد. و تو بحث دادگاه اینا دارم میرن و به من گفت فیلم رو ما سوخته فرض میکنیم و شما هم روش حساب نکنی. ان شاء الله بعدا بازیگر شدی سلام علیکم. یه انتقادی بهتون کنم ناراحت نمیشین؟ چرا رفتی بازیگر شدی؟ نه 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 اصلا از این مسئله خارجه، چون بخش آخر گفتگومونه میخوام مباحث پرت و همه رو بپرسم. چرا موزیک نمیشین؟ نه نه تو شروع کار ما از عماد طالبزاده موسیقی های خب خیلی نو و خیلی جهان تازه و صدای رنگ صدای قشنگ و تنظیم های بعضن خوب و همه پکیج عالی بود غیر از ترانه. و عماد طالبزاده ترانه های سطحی میخوند. من اجازه میخوام که اسمشو بذارم ترانه های سطحی. آیا در اینو به عنوان نقد در گذشته مطرح میکنم و سوالم از شما اینه، آیا در آلبومی که دارین جمع میکنین به اینکه جهان بینی در ترانه ها داشته باشید فکر کردید؟ در سفارش کار میگیره؟ نه نه شما میدونم کیا ما اصلا از قبل هستیم. نه من سطحی رو بهش نگاه نمیکنم. ببینین یه موسیقیایی هستش که مثلا من نمیتونم بیام رو علایا ایاساوی 6 8 بذارم که خب ترانه 6 8 باید مهربون باشه، ترانه 6 8 باید صحبت از یه حرف عامیانه باشه و یه چیزی باشه که تو روز شما با مخاطبین مختلفی که دارین، همسر، پدر، برادر، دوست، همسایه، باهاشون راحت صحبت میکنین. مثلا از ترانه‌های خودتون میگم، مثلا من نمیتونم توی کار 6 8 بیام بگم از آدمای شهر بیزارم چون با یکیشون خاطره دارم. میتونم نه. توی کار 6 8 نمیتونم جهان بینیمو وسیع خیلی بخوام عمیق کنم یا بخوام دایره واژگان پیچیده آره، استفاده کنم. پیچیده استفاده کنم. بعد یه چیزی استفاده کنم که هم رو اون ریتم 6 8 خوندن یکی از سخت‌ترین ریتم‌های ممکن است. هر کسی که فکر میکنه 6 8 خوندن آسونه یه بار حداقل مثلا من عاشق شدن منو بخونه ببینه سخته، یا 6 8 دیگه دوستان که اومده بیرون و نسبتا موفق بوده رو بخونه. ریتم 6 8 ریتمیه که شما باید ترانه رو درست ادا کنی، ضربای ریتم رو حفظ کنی، نیفتی، لنگ نزنی که بتونی یه موزیک خوب، خروجی خوب داشته باشی. من سطحی کار نکردم اون ترانه‌های قبلیمو، سعی کردم که کاری بکنم که پکیجه بخوره. یه موسیقی اسلو، مثلا من کار اسلو دارم، مثل حواست هست، مثل خیالتو، مثل علاقه، مثل خواب بلند، مثل دوست داشتم، اینا کارهایی که خب ترانه‌هاش هم سنگین بوده، ولی چون موسیقیش اسلو بوده، چون موسیقیش به من اجازه میدادی که من آواهای کششی بیشتری استفاده کنم یا ریتمو ملایم‌تره، میتونم تلفظ کلمات عمیق‌تر و پیچیده‌تری رو استفاده کنم، ولی رو ریتم 6 و 8 و مخصوصا هاوس و اینا نمیشه استفاده کرد. به نظر من هر کی هم استفاده میکنه نمیگیره، هر کی هم که استفاده میکنه نمیگیره، محدود میشه اتفاق. نظر آقای طالبزاده رو من می‌خواستم در این مورد بشنوم. شما اید آقا. من موافقم. ما نوبتی سوال می‌پرسیم. بله خواهش. من تو دوران کاریم یه موقعی میشه که خیلی بی پول میشدم، بعد یه سری کارایی میکنم که دوست ندارم بکنم. من همیشه بی پولم. آره من راست میگم. و مثلا چه میدونم واسه این تخمرغ چیزام چیز نوشتم، کارت انیمیشن کوتاه فلان نوشتم. شنیدم تو تیزر زیاد خوندم، تیزر خوندی، تیزر صحبت کردی. آره. بس من قبلش اول بگم واسه گیر افتادن دیگه، نه اصولا واسه علاقه که کسی تیزر بخونه. ببین اولا تیزر بس من یه توضیح بدم بعد در مورد بابک هم صحبت کنم. من خیلی از ملودیایی که دوست داشتم با صدای خودم بیاد بیرون، یا خیلی از ملودیایی که دوست دارم با صدای خودم بیاد بیرون رو تا الان فروختم. خیلی از کارهایی که دادم رفته بیرون و پخش شده و اصلا شنیده هم نشده. هر باری که گوششون میکنم اصلا یه بغضی گلو میگیری که خدا کاش این کارا رو. آره عموما وقتی که شما 4 سال خونه نشین باشی خیلی از کاراتو باید
بفروشی که عمرات زندگیت به چرخه. برای همینم خب خیلی از کار رو دادم رفته. قبلش هم همینجوری بوده. زمانی که تیزر ببک رو ما اجرا کردیم، من و حمید، اصلا موسیقی پاپی وجود نداشت، یعنی اجرا و کنسرت و اینا. خیلی خیلی بچه بودم، یه بچه کوچولو بودم قشنگ. پسر و حمید اصل کاری بود. ولی بعدن مثلا تو سال 81 82 یکی دو تا تیزر با آقای آرش سزاوار که بازم داشتیم، من همون فقط آره بابک یادم نمیاد چی بود. یعنی همونجا رفتم تو استودیو مثلا خوندم تیزر، واقعا پولش خوبه. بعد یه دفعه شانسش میزنه مثلا یغما گلروی یه جمله‌ای مینویسه که تا عمر داریم ما تو ذهن هرگز نشه فراموش، لامپ اضافه خاموش، این یغما نوشته. آره ترن سلام بازم خوبه. آره بازم داشتیم ترن سلام که تو تبلیغ یغما رو بگیم. میدونی من خیلی سال ندیدم، شما یغما رو تازگی دیدین؟ بله من چند وقت پیش یغما ما یه خونه ای داشتیم توی شهرک 64 غربی بغل آیسپه که الان باز شده اسق صدف اونجا هستش. خب آره باز شده به امیرآباد راه داره. اون موقع باز نشده بود و بن‌بست بود و حمید تازه داشت شروع میکرد کارهای آلبومو با یغما. هنوز هیچ ترانه ای رو به کسی واگذار نکرده بود تا اون روز. یعنی اولین ترانه هایی که فکر کنم واگذار کرده به حمید بوده. واقعا؟ آره من از یغما یه سری دست نوشته دارم، مثلا با خودکار قرمز و یه سری مثلا یه ترانه داره تو گلو شکست فریاد خیلی وقت رفته، شیر با وقارج، که بعدا تو کتاب پرنده بی پرنده و اینا منتشر شد. دست خط آره بروهی. هنوز کتاب نشده اینا، رو کاغذ اسمش آوردی ان شاء الله که هرجا هست ان شاء الله. خیلی ماه تیزر کار کردن بد نیست، خوبه. مگه بهم پول خوب بدن کار میکنم. همینجوری کار میکنم. از کار شما اومدم چه کار میگیرم؟ ببینید من دو سه سال تصمیم گرفتم که دو سه سال خیلی سختی هم بوده، ولی تصمیم گرفتم که به خاطر پول هر کاری رو نکنم. هر کاری رو قبلش نمی‌کردم، ولی خیلی خیلی ملودی فروختم. من نزدیک 130 40 تا ملودی تا حالا فروختم. 140 تا کار مثلا توی دو سه سال، سه چهار سال خیلی کاره. فکر می‌کنم کسایی که فقط شغلشون آهنگسازیه، کمتر کسی اینقدر تیراژ کار داشته باشه. ولی یا تصمیم گرفتم مثلا من اولایی که کار شروع کرده بودم تک ترک دادن و مجبور بودم به خاطر هزینه های کارهای خودم فیت بدم. نه نه. مثلا با آقای ایکس فیت بدم، یه هزینه رو ازش دریافت کنم که بتونم مثلا 99% فیت هایی که دادم هم پول گرفتم بابتش. ولی خب دیگه دوست ندارم این کار بکنم. یعنی یه چیزایی رو آدم رو اذیت میکنه. در مورد کاور کردنم که گفتین من نگفتم، این خودم دارم لو میدم. یه آهنگ بیا عشقمو از یه گروه وست لایف یه کاری بود آره 6 و 8 اش کردم. کار خیلی چیزی بود، یه ریتم کاور میکنیم مثل شیر. کاور کردن هنوزم وجود داره، من تا هنوز انقدر سوادشو ندارم حقیقت. خودم انقدر آدم با سوادی تو موسیقی نمیدونم که بتونم در جایگاهی باشم که بگم بده یا خوبه. ولی اتفاق گفته مثلا فکر کنم آخرین کار کاوری که شنیدم و خیلی دوست داشتم همین اشاخه گل برقصای آقای چاوشی بود که یه کاور یه کار افغانی بود. نه من فکر کنم اول آقای چاوشی خوندم بعد اون آقای افغانی. مطمئنی؟ من خیلی اون کارو من چون افغانی هم شنیدم بعد فکر کردم همیشه خب پس من تبریک میگم به آقای چاوشی اگر که واقعا چون اولین باره که همچین تاثیر ما گوشیم رو موسیقی دیگه اگر حالا بعدم نیست دوستانی که اطلاع دارم بیان تو تالار گفتگو به ما بگن که مثلا بعید میدارم محسن کاور کنه کاری. منم نشدم که تالا ایشون کاور کنه. اصلا سبک موسیقیش چیز دست آدمایی که من خیلی دوست دارم، هیچ ربطی به موسیقی من نه. جز جز خواننده آهنگسازی که وقتی کاراشو میخونم به صدا میشینه، خیلی جالبه. با اون اصلا تونالیتی صدایی ربطی به هم دیگه نداره، ولی میشه. کاراشو دوست دارم. کدوم ترک بوده که وقتی شنیدی دلت خواسته که ای کاش من جای خواننده اینو خونده بودم؟ خیلی نه یکی هر چی هیچ مگاهیت شده رو دوستش هم نه نه یکی که واقعا خودتون هم تو خلوتش گوش کردید، نه به خاطر اینکه دیده بشه اون ترک بشه اینده بشه، تو خلوت خودتون گوش کردید عشق ریختید و خندیدید. یکی هست مرتضی، یکی هست مرتضی پاشایی. شما چی؟ به خودش هم گفتم. شما کدوم بخونم؟ نه 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 فراموش کدوم ایشون با کار من که شما دوست داشتید شما بنویسینش. آقای قاسم خانی همین دیشب با یکی از کارهای من داشت میتونم تعطیل کنم بخونم. شما کدوم فیلمنامه بوده که دوست داشتید خودتون بنویسید؟ خیلی جدایی نادرستیم نسخه فرق.
ولی من حسادت برانگیز بود، انقدر جذاب بود. من درباره الی رو فیلمنامه‌اش بیشتر از جدایی ندارستم. درباره الی هم همینطور. ولی اصلا جدایی چیز بود. فوشش میدم بعدن یواشکی دیگه. من به عنوان آخر سوالم پر حرفیامو تموم می‌کنم. یه سوال می‌رسم بعد میسپارم به شما. یه ترکی خوندید به اسم شهید زنده که من خودم شخصا خیلی دوست داشتم، چون دور از همه شعارها واقعا اعتقادم. ولی یه سری دشمناتون برایش گفتن که پشترتون که آره اینم به خاطر اینکه مجوز بگیره این کارو خود. مطمئن چون شما رو میشناسم. چون شما رو میشناسم احساس میکنم که بعد این سوال ازتون بپرسم چرا این ترک خوند. خیلی در موردش اینجوری صحبت بکنیم. آدمایی که به نظر من اگه در مورد کسی حرف میزنن آدم موفقیه. حالا قطعاً حستون به کار شهید زنده چی بود؟ اگه بگم دیگه اون حس قشنگ نیست. من میتونم بگم، ولی من حالا چون میگم یه ذره ارتباطی که داشتیم شاید واسه بعضی این فکر رو کرده باشم که بعضی آهنگاشونو خوندن واسه مجوز، نمیاد به این، یعنی که آره این احساس میکنم که اعتقاد داشت. آره آزرمایی نمیتونم، ما الان سه تا آزرماییم نشستیم با هم گفتگو. من هنوز که هنوزه وقتی که یه چیزی تصویرایی رو از یه چیزایی میبینم، یا هنوز که هنوزه وقتی که صدای آقای آهنگران رو میشنوم ناخودآگاه بغضم میگیره. خب هیچ ربطی هم نداره که من چه تیپی هم چه شکلی هم. الان دوباره یه سری دوستان خودجوش میان آی تو که ویدیو داشتی فلان بودی، باش شما خوبی، شما اصلا کمربند نبندین جلو هم بشینیم من میگم جریمتون نکنم. ولی من با اعتقادات خودم زندگی میکنم. من 4 سال مشهد زندگی میکردم، به جرات میتونم بگم بیشتر از نصف مردم مشهد حرم رفتم. کسایی که شاید 30 سال مشهد زندگی میکنن، 20 سال مشهد زندگی میکنن، هر کسی اعتقاد خودشو داره. خیلی اگه من توضیح بدم در مورد آهنگ شهید زنده که چه جوری بود، چرا نه از جایی سفارش گرفتم نه پولی بابتش گرفتیم، دیگه هم شما با من ارتباط دارین هم پوریا رو کاملا میشناسین، کاملا دلی بود. بعد از هیچ جایی هم ساپورت نشد، نه ویدیوش. 10 جا تا حالا به من زنگ زدن گفتن که ویدیوش میخوایم بکنیم. 2 تا شرکت ویدیوسازی به من گفتن ویدیوش میکنیم برای صدا و سیما، گفتم نه نمیخوام. نه به صدا و سیما بردم دادم که آقا من این کار شهید زنده رو ساختم، پخش کنید لطفاً هفته مثلا دفاع مقدسه. نه چیزی، فقط گذاشتمش رو سایت موزیک ما و تلگرام خودم. ان شاءالله که زنده باشه. شما صحبتی چیزی نکته‌ای بخون برامون یه ذره بخون. سوال دیگه اینا خدا حفظیمونو کنیم تاش بخونه. خدا حفظی کن زودتر دیگه. خدا حفظ. منم خدا حفظی میکنم. بخون برامون. گوش میدیم. هم خدا حفظی میکنیم از شما. حواست هست منم اینجا، حواست هست داغونم، هنوز تو فکر اون هستی، حواست پرت میدونم، هنوز درگیر احساسی که رد کرده ازت عشقت. من اینجا آرزوم اینه به من خیره بشه چشمت، دل بکن از عشقت، من بی تو میمیرم، دستاشو خالی کن، دستاتو میگیرم. پخش میکنم فیلمشو امشب. اینجا بگیری بعد اجازه بدم.